بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شریفتون. در ادامه سلسله برنامه های اسرار روزه در خدمتتون هستیم. نظر به اهمیت مسئله‌ای که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، یک بار دیگه اون مسئله رو سریع مرور می‌کنیم و اون این هست که عرض کردیم که پیامبر فرمود زکات الابدان صیام، یعنی زکات بدن روزه هست. ما دو تا قضیه دیگه در مورد زکات دنبال کردیم. یکی این که زکات مال هست که قسمتی از مال رو باید در راه خدا انفاق کرد، که البته انفاق نه، این در واقع تکلیف شرعی هست. پیامبر فرمود که این مالی که برای زکات میدید از مال کلی شما کم نمیکنه، بلکه زیاد میکنه، یعنی برکت میده به مالتون. و یکی هم زکات العلم نشرها، که این دیگه کاملا واضحه که اگر ما زکات علم رو بدیم قطعا این علم افزایش پیدا میکنه، یعنی در سایه تضارب آرا و اندیشه ها علم پخته تر میشه و رشد میکنه. آیا اگر زکات بدن روزه هست، آیا روزه هم باعث رشد بدن میشه، باعث زیادی بدن میشه؟ گفتیم که بله، به دلایل مختلف. یکی اینکه بدن آمادگی پیدا میکنه برای اینکه با روح همراه بشه و همراه روح به پرواز در بیاد. بعد مسائل دیگه ای که گفتیم عرض کردیم که پروردگار متعال فرموده که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. خداوند وعده دادی که کار رو آسان میکنه برای کسی که تقوا پیشه میکنه. و گفتیم که نهایت روزه تقوا هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و باز آیه دیگه ای داریم کاملا واضح و مشخص در این زمینه، فرمود کسی که تقوا پیشه میکنه، کسی که صاحب تقواست، در هیچ کاری فرو نمیمونه، در هیچ کاری به اصطلاح گیر نمیکنه، گرفتار نمیشه، بلکه همیشه راه خروج داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. برعکسش این هست که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. پس ما نتیجه میگیریم که روزه میتونه بدن رو آماده بکنه، مستعد بکنه برای همراهی با روح. و در آخر حدیث بسیار بسیار مهمی از امام صادق علیه السلام رو عرض کردیم خدمتتون، که حدیث بسیار مهمه، بی نهایت مهمه. حتما این رو در یاد داشته باشید، سعی کنید در زندگی این روایت رو لحاظ بکنید، اون چیزی که الان هم بشر به اون رسیده. و اون این هست، ما امام صادق علیه السلام فرمودن ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. اگر نیت به قدر کافی قدرت داشته باشه، بدن هرگز در برابر این قضیه کوتاه نمیاد و احساس ضعف نخواهد کرد. خب پس باطن روزه اینقدر قدرتمند هست که میتونه انسان رو بر جهان طبیعت پیروز بکنه. و بر همین اساس هست که فرمودن موقعی که دچار گرفتاری میشیم، اذا نزل به رجل نازلت او شده فلیسوم، حتما روزه بگیره. یعنی باطن روزه اینقدر قدرتمند هست که بتونه انسان رو بر جهان طبیعت و بر تمام مشکلات فائق بکنه. و اما بحث امروزمون این هست که از پیامبر روایتی است که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی وکل ملائکتا بالدعاء للصائمین. فرمودند خداوند فرشتگانی رو موکل کرده که بر روزداران دعا بکنن.
یعنی فرشتگانی وجود دارن که در تمام مدتی که شما در حال روز در حال صیام هستید بر شما دعا میکنن. و این طرف قضیه، دعایی که فرشتگان بر انسان میکنن حتما مستجاب هست، که اونم میگیم در بندهای بعد. اما نکته اینجاست، فرشته برای انسان چه دعایی میکنه؟ فرشته قرار چه دعایی برای ما بکنه؟ الان که ما روزه هستیم، فرشتگان بر ما دعا میکنن، انتظار داریم چه دعایی بکنن. ببینید، در بندهای اول، در قسمتهای اول خدمتتون عرض کردیم که روزه به تقوا منجر میشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و گفتیم تقوا محور کرامت هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و کرامت وصف فرشتگان هست، فرشتگان عباد مکرمون هستند. اگر اینطور هست، یعنی روزه ما رو به وصف فرشتگان میرسونه. حالا همین فرشتگان میخوان به ما دعا بکنن، چه دعایی میکنن؟ فرشتگان برای ما کرامت میخوان، یعنی اون چیزی که خودشون با اون وصف میشن. فرشتگان برای ما کرامت میخوان. و انسانی که فرشته براش دعا بکنه و چون این دعایی بکنه، به چه مرتبه‌ای میرسه؟ همه اینها برای تذکار این قضیه است که واقعا اهمیت روزه رو ما در بیابیم، بدونیم که واقعا چه گوهر گرانبهایی رو خداوند از اون خزینه اسرارش به ما ارزانی کرده. ببینید، در بهشت فرش‌هایی هستن که در سوره الرحمن می‌فرماید متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. فرش‌هایی هستن که باطن اونها، یعنی آستر اونها، یعنی قسمت زیرین اونها از ابریشم هست. حالا فرشی که آسترش یا اون قسمت زیرینش از ابریشمه، رویش چیه؟ الله اعلم، خدا میدونه. این در واقع اشاره میکنه که باطنش اینه، که ما خودمون پی ببریم که اگر باطن اینه، ظاهرش چی هست. میفرماید متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. ابریشم از کجا به دست میاد؟ از کرم ابریشم، یعنی کرم ابریشم تولید میکنه این ابریشم رو، و ما از این ابریشم یکی از بهترین به اصطلاح فرش ها یا پارچه ها رو تولید میکنیم. حالا این فرشی که کرم ابریشم بافته، این اگر درست نگهداری نشه، همین فرش رو ممکنه، همین ابریشم رو یک کرم دیگه بخوره. یعنی کرم میبافه، تولید میکنه، کرم دیگه هم میخوره. اما دقت بکنید، فرشی که در بهشت هست و در واقع بطنش، آسترش از ابریشم هست، این ابریشمی نیست که کرم ابریشم بافته باشه و ابریشمی نیست که کرم بتونه اونو از بین ببره. این ابریشم از کجا تولید شده؟ نکته بسیار ظریف همینجاست. این ابریشم تولید کجاست؟ حاصل کدوم تلاش هست؟ حاصل همین تلاش های خودمونه، چه بسا حاصل همین روزمونه، حاصل همین نمازمونه. پس این ابریشم ابریشمی نیست که طعمه کرم دیگری بشه، این حاصل به اصطلاح نماز روز است. بذارید من یه برای تقریب به ذهن دو سه تا مثال دیگه به خدمتتون بگم. میفرماید در روز قیامت عده‌ای پیراهنی میپوشن از ابریشم، پیراهنی نرم و خیلی راحت. عده‌ای پیراهنی بر تنشون میکنن که پر از خار و تیغ هست، که بدنشون آسیب میزنه، مجروح میکنه. خب اینا از کجا اومده؟ چه کسی اینها رو تولید کرده؟ این پیراهنها رو بالقطع و الیقین خود ما تولید کردیم. یعنی پیراهنی که سر تا سر تیغ و خار و اشیای برنده هست، توسط خود ما ایجاد شده. کی؟ همین الان، با سخنان درشتی که ما به دیگران میگیم، با نیش و کنایه‌ای که به دیگران میزنیم، این در روز قیامت به شکل همون لباس به اصطلاح پر از تیغ تظاهر پیدا میکنه و ما باید با اون رو بپوشیم. بپوشیم یعنی با اون همراه بشیم، با این تیغ و خار، یا با غذایی که غسلین لا یأکله الا الخاطئون، غذایی که چرکه. و این چرک کی تولید شده؟ در دنیا. توسط کی؟ توسط خودمون.
پس هر اون چی که در قیامت به اصطلاح ما دریافت میکنیم اعم از ثواب و عقاب، همه اینها چیزایی که خود، یعنی این که ما بگیم نتیجه عمل، نه نتیجه عمل نیست، خود عمل هست، خود عمل هست که همیشه با ماست. و اینها لذت‌های جسمانی بهشت است، اما اون جنت اللقا چیه که گفتیم باطن روز جنت اللقاست، اون رو خدا میدونه. علا ای حال فرشتگان این جنت اللقا رو برای ما دعا میکنن. گفتیم که در اول عرض گفتیم فرشتگان بر صائمین دعا میکنن. فرشته چه چیز بر ما میخواد؟ کرامت. کرامت جاش کجاست؟ بهشته. لا لغو فیها ولا تعصیم. یعنی فرشتگان برای ما بهشت میخوان، نه بهشت به اصطلاح تجری من تحت الانهار، بلکه بهشتی که جای کرامت هست، یعنی بهشتی که جنت اللقاست. این رو برای صائمین مسئلت میکنن. و البته فرشتگان هم درجاتی دارن، و ما منا الا لهو مقام معلوم. فرشته‌ای که بر بندگان مخلص دعا میکنه قطعا متفاوت با اون فرشته‌ای که بر ما دعا میکنه. پس هر قدر ما باطن روزه رو بیشتر پی ببریم، هر قدر معرفتمون به سر روزه، به سر عبادات بیشتر بشه، دعایی که اون فرشتگان بر ما میکنن از مرتبه بالاتری برخوردار هست. و همه اینها اینه که ما تا چه اندازه به باطن روزه پی ببریم. حالا چه کار باید بکنیم تا اصطلاح باطن روزه در ما بیشتر متجلی بشه؟ قطعا نباید بذاریم خطورات ذهنی بد در ذهن ما بیاد، نباید کسی رو برنجونیم، نباید به اصطلاح بد کسی رو بخوایم. یعنی اگر ما خاطرات بد از ذهنمون عبور کرد، اینجوری نیست که اگر خاطرات بد از ذهنمون عبور کرد قلب ما رو تیره نکنه، یا نعوذ بالله خداوند ندونه، همه اینها تأثیر میذاره. خب ممکنه بفرمایید خاطرات بد که دست من نیست، خطورات ذهنی که دست من نیست، قطعا همینطوره، اما مقدماتش در دست ماست. یعنی ما با مقدمات تصمیم میگیریم که این خاطرات بر ذهن ما وارد بشه یا نشه. فلذا اینی که ببینید همه بحث ها معید هم هست، اینی که گفتیم اون روزه ماه رمضان رو رایگان به کسی نمیدن، همینه که ما باید قبلا از ماه شعبان، حتی از ماه رجب آمادگی حاصل بکنیم که طوری وارد ماه رمضان بشیم که قلب و روح و ذهن ما مطهر شده، وگرنه خطورات قلبی ما رو راحت نمیذارن. باید اون به اصطلاح صحنه هایی که در طول روز میبینیم کنترل بکنیم، صحبت ها رو کنترل بکنیم، جاهایی که میریم کنترل بکنیم، چون که خطورات ذهنی تا حدی برخواسته از همین خاطرات قبلی ماست. پس بر شخص روزدار واجبه که تمام روز خودش رو کنترل بکنه، که همین مراقبه است، در طول روز مراقبه بکنه، در اول روز مشارطه بکنه، در طول روز مراقبه بکنه، و در پایان روز خودش رو محاسبه بکنه. اینجوری هست که شخص روزدار میتونه که بر نفس خودش فائق بیاد. اگر بر نفس خودش فائق بیاد، یعنی ولایت بر نفس خودش داشته باشه، قطعا ولایت بر خاطرات هم خواهد داشت، ولایت بر خطورات ذهنی و قلبی خواهد داشت. اینجوری که میتونه در طول روز مراقب خودش باشه، مبنی بر اینکه قبلا مراقبت کرده باشه. پس حاصل قضیه این که ما باید روزه‌ای بگیریم که فراتر از ظاهر باشه. باید سعی کنیم به سر روزه پی ببریم، یا بهتر از این، ما باید سعی بکنیم که فقط ظاهر من روزه نباشه، باید سر ما روزه باشه، باید باطن ما روزه باشه، تا اینکه این روزه مقبول پروردگار متعال قرار بگیره و شایستگی این رو داشته باشه خداوند بگه از سومولی و انا اجزیبه، یعنی خداوند پاداش روزه ما رو مستقیما به خودش نسبت بده، که اون پاداش به اصطلاح لقای پروردگار هست انشالله. تا برنامه دیگه و جلسه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.